سلام دوستان عزیز، وقت شما بخیر. در هر کجای دنیا که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید. با شما بیننده کانال یوتیوب شغل میدیا هستید. من ساحل رحیمی با یک داستان بسیار آموزنده زندگی در خدمت شما هستم. این کتاب ها و داستان ها هست که مسیر زندگی ما را عوض میکنند. داستان ها راهی برای جمع آوری لحظاتی به یاد ماندنی زندگی و درس های ماندگار زندگی است. مغز انسان طوری برنامه ریزی شده است که الگوها را درک می کند. من به این باور هستم وقتی یک نگاه نامهربان، یک سلامی از یاد رفته یا حتی یک کلمه می تواند زندگی یک انسان را عوض کند، پس با یک داستان آموزنده زندگی می توانیم زندگی خیلی ها را عوض کنیم. چه خوب می شد که همه داستان ها و تجربه های زندگی خود را با دیگران در میان می گذاشت تا شاید درس می شد برای دیگران. امروز می خواهم داستانی را از طریق کانال یوتیوب شغل میدیا با شما دوستان شریک بسازم. امیدوارم برای تان مفید تمام شود. موضوع داستان امروز من مربوط به پسران و قدرشناسی از خانواده هست. اگر برای اولین بار هست بیننده کانال یوتیوب شغل میدیا هستید، پس همین حالا سابسکرایب کنید و زنگوله را هم روشن کنید تا از داستانهای بعدی ما بیخبر نمانید. بیشتر از این شما خوبان را انتظار نمیمانم، داستان را شروع میکنم. شاید بیشتر از مردم معتقد هستند که بچه ها تا کوچک هستند زحمت زیادی دارد برای والدین. من میگم درست است، زحمت زیادی دارد، اما مشکلاتش از سن 10 سالگی به بعد شروع می شود. معمولا بچه ها در خانواده که یک کم بزرگ می شود تا سن بلوغ برسد پرخاشگر، ایرادگیر و جنجالی می شود که در این موقع برای پدر و مادر اعضای خانواده سخت‌ترین شرایط زندگی هست که می‌گذراند و تحمل بسیار سخت و ناگوار می‌شود. روزی پسری با مادرش جنجال می‌کند، بسیار عصبانی و سر قهر از خانه بیرون می‌شود. مدتی در یک مسیر طولانی راه می‌رود و احساس گرسنگی می‌کند تا به یک کیک فروشی می‌رسد. روبروی کیک فروشی استاد می‌شود، جیب‌هایش نگاه می‌کند، می‌بیند پول نزدش ندارد. از اینکه پسرها یک کم نازی نازدان خانواده هست تحملش کم هست و این هم با اشتها نگاه میکند. صاحب فروشگاه که یک زن سال خورده و مهربانی بود متوجه گل پسر میشود که به کیک ها خیره شده است. از او میپرسد پسرم گرسنه ای؟ پسر جواب داد بله، اما پول نزدم ندارم. پیرزن گفت عیبی ندارد پسرم، مهمانی من هستی. ازش دعوت کرد داخل دکان، کیک و چای برایش گذاشت. پسر بسیار سپاسگزاری کرد و کمی نوشیجان کرد. بعد از چشمان پسر اشک سرازیر شد. پیرزن پرسید چی شده پسرم؟ پسر گفت چیزی نشده، من امروز با مادرم دعوا کردم و او مرا از خانه بیرون کرد. و ادامه داد به درد دلش. پیرزن با شنیدن حرفهای پسر گفت عزیزم چطور میتوانی چنین فکری کنی؟ من فقط یک بار برای کیک و چای دادم، اما تو بسیار با مهربانی از من تشکر کردی. اما مادر از ساله هاست که برای زحمت میکشد تا بهترین غذاهای مورد علاقه تو را پخته کند تا تو خوش باشی، و پدر از ساله هاست سختترین زحمت میکشد تا تو احساس کمبودی نکنی. آیا به یاد داری؟ آیا به یاد داری که یک بار ازش تشکر کرده باشی؟ چرا از زحمت هایی که تا این سند برایت کشیده تشکر نمی کنی؟ پسر لحظه ای سکوت کرد، هیچ جوابی نداد و بعد با عجله بلند شد طرف خانه حرکت کرد. هنگامی که نزدیک در خانه رسید می دانی چی شد؟ دید مادرش در مقابل دروازه منتظرش است. قدر مادران را بدانی، مادران چقدر مهربان است، مثل ما نیست که دلش بغض کند. مادران هیچ وقت کینه ای از فرزندش در دل نمی دارد. مادر با دیدن پسرش لبخند زد و گفت آمدی عزیزم، عجله کن، خیلی وقت است منتظرم، فضا سرد می شود.
در این موقع پسر دیگر نتوانست مانعش خواهد شد. اشک از چشمانش سرازیر شد. مادرش را در آغوش گرفت و بوسه های نثار صورت و دست پایش داد. بله شنوندگان عزیز، بعضی اوقات ما از نیکی و مهربانی دیگران تشکر میکنیم، هر قدر هم که کوچیک باشد. اما مهربانی پدر و مادر و اعضای خانواده خود را که یک عمر برای ما زحمت میکشد و میسوزد نادیده میگیریم. سزاوار و لایق یک تشکر نمیکنیم. هیچ وقت احساس نمیکنیم که چقدر برای ما زحمت میکشد و میسوزد. عشق به اعضای خانواده سزاوار ستایش است. این بود داستان امروز که تقدیم شما خوبان کردم. اگر موردی پسند شما بود، لایک کنید و نظر خود را در بخش کامنت با ما شریک بسازید. اگر تا حالا کانال یوتیوب شغل میدیا را سابسکرایب نکردید، همین حالا سابسکرایب کنید و زنگوله را هم روشن کنید تا از ویدیوهای بعدی ما بی خبر نمانید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.